بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و والسلام علی رسول الله علی آله و صحبه و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بلی برادران و خواهران بزرگوار چنانچه در قسمت های گذشته هم عرض کردم که از آثار بد گناه یکی اینه که چشم انسان خشک میشه یعنی اینکه این چشم گاهی از ترس الله متعال سبحانه و تعالی و به خاطر عظمت الله متعال سبحانه و تعالی در پیشگاه الله اشک بریزه و این اشک ریختنه که وقتی چشم اشک میریزه این قلب آرام میشه این قلب خاشع میشه این چشم اثر بسیار قوی در قلب داره و یا برعکس وقتی قلب انسان آرام بشه قلب انسان نرم بشه و خاشع بشه تأثیرش گاهی اوقات در این ها دیده میشه و اون اشکها و قطرات اشکی است که از چشم انسان میریزه و از آثار بد گناه اینه که چشم انسان رو خشک میکنه مانندی که در یک چشمه ای خشک سالی بیایه و اون چشمه دیگه آب برایش نرسه چشم انسان هم دوچار خشک سالی میشه دیگه از ترس الله اشک نمیریزه و این قلب خاشع چون وجود نداره این قلب چرکین شده و این قلب مبتلا به امراض شده مبتلا به آفات شده نمیتونه تأثیرش را در چشم داشته باشه نمیتونه که چشم را وادار بکنه که از ترس الله و تأثیر بر کلام الله متعال سبحانه و تعالی عشق بریزه شما در قرآن عظیم و شن میبینید که اشاره میشه به این مسائل که وقتی بعضی از نصارا را الله متعال میگه بعضی از مسیحیان را میگه که وقتی متاثر میشن از کلام الله اشک میریزن و اشکشان سرازیر میشه بعضی از قسیسین را الله متعال میگه اشک میریزن وقتی که کلام الله متعال سبحانه و تعالی را میشنون و چشمه هایشان اشکالوت میشه تأثیر قرآن عظیم و شن و این زمانی هست که این قلب از چرک و آفات در واقع پاک بشه و مبرا بشه و این چشم وقتی اشک بریزه این اشکی که به خاطر الله باشه این قطرات اشکی که به خاطر الله هست این در پیشگاه الله خیلی ارزش داره خیلی ارزشمنده یک مرتبه و جایگاه عجیبی در پیشگاه الله متعال داره حدیثی که امام ترمذی رحمه الله روایت میکنه حدیث 1633 پیامبر علی صلوات و سلام میفرماین که لا یلج النار رجل بکا من خشیت الله یعنی آتش مساس نمیکنه نمیرسه برای اون فردی که بکا من خشیت الله داخل آتش نمیشه این فردی که بکا من خشیت الله به خاطر ترس از الله متعال سبحانه عشق می و تعالی اشک میریزه و اشک ریختانده قطرات اشک ریخته سبحان الله این دوستان عزیز خیلی معنا و مفهوم بزرگی داره در واقع مفهوم بسیار بزرگی داره و بعد پیامبر میگن حتی یعود اللبن و فی الدرعی این یعنی وارد آتش نمیشه فردی که به خاطر ترس از الله متعال اشک ریخته تا مادامی که شیر دوباره به پستان برگرده یعنی غیر ممکنه بر نمیگرده یعنی محاله که این وارد جهنم بشه با این قلب خاشع خود و با این چشم گریان خود که از ترس الله اشک ریختانده چطور ممکنه ولی من خاف مقام ربیه جنتان کسی که از الله متعال سبحانه و تعالی حراس داشته باشه یعنی از عذاب الله بترسه و به خاطر عظمت الله متعال سبحانه و تعالی در پیشگاه الله عاجز بشه و قلبش را از چرکه ها پاک بکنه از آلودگی ها پاک بکنه الله متعال سبحانه و تعالی به او جایگاه بهش میده او را وارد بهش میسازه و در حدیثی داریم که رسول الله علیه و السلام حدیث در صحیح بخاری هست میفرمایند حدیث شماره 660 که هفت گروه در روز قیامت در زید سایه عرش الله قرار دارند از جمله این هفت گروه رسول الله علیه و میفرمایند و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه شخصی که در حالتی که هیچ کس نیست تکو تنهاست قصد ریا و سمعه و این مسائل نداره تک و تنهاست و این آدم ذکر و یاد الله میکنه و الله عبادت میکنه ففاضت عینا چشمهایش عشق آلود میشه از چشمش عشق میریزه و این قطرات عشق از چشمش میریزه هر قطره اشکی که از خشیت الله باشه و خاطر تعثر از ذکر و یاد الله و از تلاوت قرآن باشه این قطرات شعله های آتش جهنم را خاموش می سازه به حدیثی که به خدمتتان عرض کردم اما شخص با اصرار بر گناهان از این فضیلت بزرگ محروم میشه چون قلبش سخت میشه اول چرکین میشه و این چرکه ها باعث سخت شدن قلبش میشه سختی قلب تأثیر به سزایی گفتیم در چشم داره و این چشم دیگه نمیتونه که اشک بریزه از خشیت الله متعال سبحانه و تعالی به هر حال جزاکم الله خیرا در حفظ و پناه الله باشید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته